در اتفاقی باور نکردنی جو بایدن از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انصراف داد و جانشین خودش رو معرفی کرد. با ما همراه باشید، راجع به جزئیات این خبر صحبت میکنیم و واکنش افراد مختلف از جمله ترامپ رو هم بهتون میگم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوال خوب باشید. خب توی یه اتفاق باور نکردنی و عجیب، جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا از شرکت توی رقابت‌های انتخاباتی چند ماه آینده آمریکا در سال 2024 کناره‌گیری کرد. این در حالی هستش که درخواست‌های درون حزبی اون رو مجبور به کناره‌گیری کرد. بایدن دقایقی پیش با انتشار نامه‌ای از ادامه انتخابات ریاست جمهوری استعفا داد. او به مردم آمریکا گفت در 4 سال گذشته توفیقات زیادی به دست آوردیم، اما حالا فکر می‌کنم کنار کشیدن من نفع بیشتری برای آمریکا و جناح ما داشته باشه و من در ادامه راه تنها به روی زمان باقی مانده ریاست جمهوریم تمرکز می‌کنم. اون در انتها از کاملیا هریس تشکر کرد و گفتش که به احتمال زیاد جایگزین او در انتخابات آینده خواهد. کاملیا هریس معاون اول و جانشین بایدن در پست ریاست جمهوری تو این 4 سال بودش. بایدن در هفته‌های اخیر با انتقادهای شدید از سوی حزب خودش مواجه شده بودش. بایدن 81 ساله بعد از اولین مناظره انتخاباتیش انتقادهای زیادی بهش وارد شد و تعدادی از دموکرات‌ها از رئیس جمهور خواستند تا به دلیل عملکرد ضعیف در مناظره گذشته و ابراز نگرانی از شانس او برای شکست دادن رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ از این رقابت‌ها کنار برند. آدام شیف رئیس دموکرات کمیته امور امنیتی مجلس نمایندگان آمریکا و جورج کلونی ستاره هالیوود از بزرگترین حامیان جو بایدن به شمار می‌رفتند و از جمله چهره‌هایی بودند که خواستار کناره‌گیری آقای بایدن شدند. با این حال تا پیش از امروز آقای بایدن گفته بود در رقابت‌ها باقی خواهد بود و تنها خداوند متعاله که میتونه اون از ادامه مبارزه انتخاباتی منصرف بکنه. بعد از این بایدن متاسفانه به بیماری کرونا مبتلا شد و توی اقدامی عجیب گفتش که اگه پزشکان به من بگن که تو شرایط جسمی لازم برای حضور در انتخابات و نامزدی ریاست جمهوری رو نداری، من از این کار منصرف میشم و از انتخابات انصراف میدم. اما بعد از انتشار خبر کناره‌گیری بایدن از انتخابات ریاست جمهوری، افراد مختلف از جمله افراد سیاسی مطرح آمریکا نسبت به این خبر واکنش نشون دادن که جنجالی ترین واکنش رو دونالد ترامپ رقیب اصلی بایدن در این انتخابات داشتش. بایدن و ترامپ توی انتخابات قبلی هم رقابت تنگاتنگی داشتن و به واسطه این مناظره هایی که انجام دادن در نهایت با اختلاف کم بایدن تونست رئیس جمهور آمریکا بشه، ولی خب توی نظرسنجی های اخیر دونالد ترامپ شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات داشت. ترامپ بعد از شنیدن خبر کناره‌گیری بایدن از انتخابات ابراز خوشحالی کرد و توی یه توییت کوتاه نوشت جو بایدن بدترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده است. ترامپ ابراز امیدواری کرد که بتونه خیلی راحت رئیس جمهور آمریکا بشه و گفتش که شکست دادن معاون بایدن هریس خیلی آسان‌تر از شکست دادن بایدن خواهد بود. نشریات و خبرگزاری‌های معتبر آمریکا هم نسبت به خبر کناره‌گیری بایدن واکنش‌های سریع را انجام دادن. نیویورک تایمز نوشت تصمیم بایدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو وارد وضعیت پر از هرج و مرج میکنه. کناره‌گیری بایدن بحران دیگر رو برای حزب دموکرات ایجاد میکنه. چه کسی جایگزین او خواهد شد؟ آیا در مورد کاملیا هریس اتفاق نظر وجود داره؟ وال استریت جورنال نوشت بعد از تصمیم بایدن برای کناره‌گیری از رقابت‌ها، دموکرات‌ها برای یافتن جانشین او تنها چند ماه قبل از انتخابات و چند هفته قبل از نشست کنگره ملی در شیکاگو رقابت می‌کنند. علاوه بر کاملیا هریس، برجسته‌ترین نامزد دموکرات برای ریاست جمهوری، گاون نیوسام فرماندار کالیفرنیا، گرشن ویتمید فرماندار میشیگان و جاش شابریت فرماندار پنسیلوانیا هستش. ولی خب بازم انتخاب جانشین برای بایدن توسط حزب دموکرات به افراد شاخص اون بستگی داره. خود CNN
نقل قول کرده از یه مقام ارشد در حزب دموکرات که کل حزب بر این باوره که شخصیت‌های ارشدش از جمله خود بایدنن که میتونن جانشین اون رو انتخاب بکنن، که خود بایدن هم احتمال زیاد نظرش روی کاملیا هریس هستش، چون توی حتی نامه خدافظی و انصرافی هم که منتشر کرده از زحمات کاملیا هریس تشکر ویژه داشته، که خیلی این رو تعبیر به این کردن که احتمالاً حمایت بایدن از معاونش خواهد. اما یه سری از خبرگزاری های آمریکایی هم تحلیل هایی رو انجام دادن و نظرسنجی های قدیمی رو یه مروری انجام دادن و معتقد هستن که کاملیا هریس شانس خیلی خیلی کمی توی انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت و حتی شانسش از بایدن هم کمتره. قبلا توی نظرسنجی هایی که انجام گرفته بود دونالد ترامپ با اختلاف کم در حد 4-5% از بایدن شانس بیشتری برای پیروزی داشت و خیلی ها میگفتن که احتمالاً 45-6% بایدن شانس داره و 54-5% هم ترامپ. ولی توی نظرسنجی های جدیدی که اتفاق افتاده شانس کاملیا هریس کمتر از 36% و دونالد ترامپ بیش از 62-63% شانس برنده شدن در انتخابات رو داره. انتخابات آمریکا در ماه‌های پایانی سال 2024 اتفاق می‌افته که حوالی آبان ماه ما میشه و احتمالاً یه نفر از حزب دموکرات که کاملیا هریس باشه و اون طرف جمهوری‌خواه که ترامپ باشه رقابت تنگاتنگی با هم خواهند داشت و چند مناظره دیگر رو هم قراره توی ماه‌های آینده انجام بدن که مناظره بعدی توی شهریور ماه است و اگه کاملیا هریس به عنوان نماینده ی حزبشون بالا بیاد احتمالاً توی مناظرات قراره که شاهد رقابت ترامپ با کاملیا هریس باشیم. توی دور اولی هم که ترامپ تونست رأی بیاره و رئیس جمهور آمریکا بشه با خانم کلینتون رقابت تنگ و تنگ داشت و توی مناظره های انتخاباتیشون به خاطر برتری که نسبت به خانم کلینتون داشت تونستش پیروز انتخابات باشه. خیلی هم پیشبینی کردن که اگه کاملیا هریس وارد رقابت با ترامپ بشه احتمالاً ترامپ خوب میتونه از پسش بر بیاد و احتمال خیلی زیاد اون برنده ی انتخابات باشه. نظر شما چیه دوستان؟ به نظرتون آیا انتخاب شدن ترامپ میتونه تأثیری توی وضعیت ما ایرانی‌ها داشته باشه و قیمت دلار رو تغییر بده؟ به نظرتون بایدن کار درستی کرد که از انتخابات انصراف داد؟ حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.